کلاس ها شروع به تمرین کنیم. اوکی، رکورد من شروع کردم، شما میتونید بفرمایید. سلام، جلسه اول دیوابس داریم با تدریس مهندس شکوهی. ایشون سنیور دیولوپر، ببخشید سنیور سافتور کیو ای هستن. من هنوز همون دیولوپر هنوز تو ذهنم هستم، ولی جناب شکوهی فرمودن که دیولوپر کار دیولوپری هم انجام میدن به صورت حرفه خیلی ساله، ولی خب الان منصبشون به صورت QA هست و خیلی خوشحالم قبول زحمت کردن برای این جلسات. دیوکس ها برای ما تشریح کنن و از مثلا فرمایشتون استفاده میبریم. خیلی ممنون جناب. اختیار دارید. قبل از اینکه شروع کنیم، اگر کسی از دوستان، لطفا شما مرسی آقای نادی، کسی از دوستان اگر سوال کوتاهی داره بفرمایید، اگر نه که شروع کنم. من بایدتون دوستان اسکرین من دارید؟ بسیار عالی. خب اسم دوره گذاشتم DevOps in Practice به این دلیل که قرار اینجا بیشتر از در حقیقت DevOps کاربردی صحبت بکنیم و کمتر از تئوری. از که شروع کنیم، من یک مختصر معرفی از خودم داشته باشم. مستر کوالیتی سیستم انجینیرینگ خوندم دانشگاه کنکوردیا و در حال حاضر سافتویر کیو ای دیولپر هستم از توی شرکت الگولاکس، شرکتی است که به طور خاص روی کامپیوتر ویژن کار میکنیم و کامپیوتر ویژن و آبجکت دیتکشن برای ماشین‌های خودران و بخش از البته کار هم برای اپتیمایز کردن دوربین ها هست. پیش از این که کار کوالیتی انجام بدم، سالهای زیادی دیولوپر بودم، بیشتر روی بستر اوپن سورس کار میکردیم، روی جاوا و روی دامین تلکامیکیشن. اما خب سالهای آخر که ایران بودم و تمام سالهای که کانادا هستم، به طور خاص سافر کوالیتی و کیو ای بودم و زبانم کار کردم در حال حاضر پایتون هست. جاوا خیلی سالی که کنار گذاشتم، سی پلاس پلاس کار میکنیم، بش روی لینوکس و اوتوماسیون تست، فانکشنال و نان فانکشنال تست و تست های مربوط به اپلیکیشن های، حالا چه وب اپلیکیشن، چه API و چه سرویس هایی که روی لینوکس در حال اجرا هستند. زمانی که یکی از دوستان توی گروه پیشنهاد کرد که یک دوره دیوآپس داشته باشیم، این ذهنیت البته پیش من توی ذهن من بود که یک دوره لینوکس و داکر بذارم، چون قبل از این یک دوره سافر کوالیتی رو گذاشتم در خدمت دوستان بودم و این بخش رو همیشون ذهنم بود که برقرار کنیم. از نظر من دیوآپس و کوالیتی دوتاشون یه شباهت هایی دارن. شباهتشون اینه که از نظر تئوری هر دوتا موضوع خیلی خیلی موضوعی گسترده‌ای هستن و کتاب های خیلی زیادی، موارد خیلی زیادی در موردشون نوشته شده و حقیقت اینه که اینجا من هر چقدر بخوام که تعریف ارائه بدم از دیوآپس و ازش صحبت بکنم، هیچ کدوم حق مطلب عطا نکردم. در مورد کوالیتی هم همینه. اما وقتی که وارد یک سازمان شرکت میشه که دارن داره یک محصول داره، یک سرویس داره، دیگه کمتر از اون تئوری خبری هست و بیشتر از شما یک کار کاربردی میخوان. تو کوالیتی هم همین هست و در حقیقت کیو ای که یعنی کوالیتی اشورنس هست، تمامی اون پرکتیس هایی هست که ما باید بر روی پروسه انجام بدیم تا باگای کمتر توی سیستم داشته باشیم. اما در حقیقت کاری که خیلی ما از انجام میدیم، کار کارمندای کار کوالیتی انجام میدن، کیو سی هست، کوالیتی کنترل هست. در حقیقت دارم محصول نهایی رو دارم تست میکنم. دیوآپس هم یک همچین حالتی بالاخره داره، چون که دیوآپس در حقیقت یک طرز فکری هست که میگه که یک فرهنگ عمومی تو اون شرکته و حالا بعداً اصلا داریم بهش میرسیم و این انتظار رو دارن و این طرز فکر هست که وظیفه همه است، همون جور که کوالیتی وظیفه همه افراد تیم هست. اما
بالاخره تو یک بخشی از یک گروه یا از یک فرد خاص توی اون شرکت اون کار رو میخوان به طور عملی. دیوپس هم همچنان رو داره. من خودم حرفه‌ای از این کار انجام ندادم. اون کاری که ما تو دیوپس انجام دادیم با عنوان یک بخشی از توی پروسه توسعه‌مون همیشه بوده و باید انجام میدادم. این اسکیلا رو من به دست آوردم. اما هر کدوم از این تولزایی که قراره که من کاور کنم و صحبت بکنم ممکنه که دوستان اینجا باشن که بهتر از من بتونن اون رو تدریس بکنم و خیلی خوشحال میشم و خوشحال میشیم که پیشنهاد بدید. اگه که برای مثلا مبحث مواد گیت رو اومدم تو یک جلسه گفتم و کسایی هستن که خیلی بهتر میتونن کاور کنن، حتما حتما جلسه بعد رو پیشنهاد بدن که بیان کاملترش رو بگن. و من سعی میکنم چیزایی که تا حالا توی این چند سالی که به طور حرفه‌ای توی کانادا، چون توی ایران واقعا خیلی خیلی کم استفاده میکردیم و تقریبا نبود، جنگیز استفاده میکردیم البته، در خیالتون باشم، امیدوارم که به دردتون بخوره. خب اول از همه یک تعریفی از دیوابس داشته باشیم. دیوابس، خود کلمه دیوابس از دو کلمه دیولوپمنت و operations میاد و معنیش اینه که اون جایی که دیولوپرها و کسایی که کار عملیاتی تو اون شرکت انجام میدن یک جایی تلاشاشون با همدیگه یکی بشه و یک جا قرار بگیره. چون که بر اساس یک سنتی که قبلا وجود داشت، وقتی پروژه قبل تعریف میشد، برنامه‌ریزی میشد، پلنینگ انجام میشد، تیم توسعه شروع میکردن و کد رو توسعه میدادن، مینوشتن، تست میکردن و میدادن به بیلد میکردن، میدادن به بخش بازاریابی فروش، اونو مشتری تحویل میدادن. و این همیشه گپ، این واسطه وجود داشت. وقتی که ایرادی و فیدبک از طرف مشتری میومد، کسایی که اپریشنال بودن، تکنیکال نبودن و نمیتونستن که اون مشکلات رو رفع و رجوع بکنن، مجبورن برگردن به سمت دیولپرها. دیولپرها هم اونقدر نظر و نیازی در مورد کاستومرها نداشتن، کلاینتها نداشتن و اون ویژن رو نداشتن. دیوپس تلاشی هست که بیاد این دو تا گروه رو در کنار هم قرار بده. تعریف که من پیدا کردم فکر میکنم از ویکی‌پدیا اینه که under DevOps model, development and operations team work together across the entire software application lifecycle from development and test to deployment. یعنی این که این دو تا تیم از همه اون تیم در حقیقت درگیر هستن از زمان توسعه کد، تست کردن کد و دپلوی کردنش و داشتن یک ریلیز و تحویل دادن به مشتری نهایی. توی دیوآپس ما ممنون میشم اگه دوستان مایکروفونشون رو بتونن میوت کنن، من اینجا نویزی میشنوم اگه اجازه بدید. توی دیوآپس اصطلاحی داریم CI/CD. CI یعنی Continuous Integration هست، بعدا بهش میرسیم، دقیقا بهتون مفصل توضیح میدم بهتون. و Continuous Delivery یا Continuous Deployment، هر دوتا استفاده میشه برای CD و در حقیقت اتومات کردن کل پروسه از پلنی هست و نوشتن کد تا به دست یوزر نهایی رسیدن و از یوزر دوباره برگرده به اون پایپلاین توسعه. تصویری که الان میبینید واقعا بهترین نوع شمایی هست که ما میتونیم از دیوآپس داشته باشیم. اگه دقت بکنید همه چیز در ابتدا از پلنینگ شروع میشه و از پلنینگ تیم توسعه کد رو توسعه میده و آماده میکنه، بعد از اون بیلد رو انجام میدن توی اون فضا یا این انوایرمنتی که باید کد اجرا بشه اجرا میکنن، تست های لازم روش انجام میدن، مطمئن بشن که اون ریکوایرمنت یا نیازمندی هایی که لازم هست داشته باشه و بعد از اون ریلیز انجام میشه. یک ریلیز دارن
دپلوی انجام میشه به دست مشتری برسه، حالا اگه وب اپلیکیشن باشه بر روی یک سرور، اگه به صورت پکیج قابل نصب باشه به دست مشتری میرسه. عملیاتی هست، اپریت و مانیتور، در حقیقت مانیتور میکنن اون پروسه استفاده کاربر رو و یا اگه چه فیدبک مستقیم از کاربر باشه یا از تیم های دیگه بالا دستی فیدبک گرفته میشه، دوباره به تیم ابتدا که تیم دیولپمنت داده میشه، دوباره بر اون برنامه‌ریزی میکنن، کد انجام میدن و به همین ترتیب و یک حالت اینفینایت داره این چرخه ادامه پیدا میکنه. همونجور که ابتدای صحبتام گفتم دو تا طرز فکر وجود داره در مورد دیوآپس و حتی کوالیتی. یکی این که دیوآپس انجینیر در حقیقت یک شغل هست، یک پوزیشن هست یه اون ارگانیزیشن و به صورت یک تیم جداگانه کدی که تست شده توسط تیم دیولپمنت رو میگیرن و خودشون دپلوی میکنن و دست مشتری میرسونن. من توی همچین محیط قبلا بودم و زمانی سالهایی که توی پارکو کار میکردم دقیقا یک تیم بود، نه یک فرد، یک تیم بود که کار دیوآپس انجام میدادن و خب کار سنگینی هم بود. اما یک طرز فکر دیگه هم وجود داره که سالهای اخیر خیلی پرطرفدار است و انجام میدن، اینه که دیوآپس یک فرهنگ هست توی سازمان و در حقیقت وظیفه همه هست و همه به یک نحوی باید مشارکت داشته باشن، همونجوری که برای کوالیتی همه باید مشارکت داشته باشن و تنها وظیفه یک فرد و یک گروه نیست. اما همونجوری گفتم بالاخره توی یک جایی بالاخره یک نفر باید ریسپانسیبل باشه، پاسخگویی داشته باشه و حتی توی شرکت حال حاضر که من هستم ما پوزیشن به اسم دیوآپس نداشتیم، جدیداً یک نفر جد اضافه شده، اما همچنان تقریبا همه کسایی که آشنا هستن و بالاخره سرکله زدن با توزای دیوآپس مشارکت میکنن و کمک میکنن به این پروسه. مزیت هایی که دیوآپس در یک تیم میتون داشته باشه رو به سه قسمت تقسیم کردن از نظر تکنیکالی، اینی که continuous software delivery و این که هیچ، در حقیقت معنیش اینه که واقعا هیچ گپ و فاصله ای بین توسعه و دلیور کردن کد وجود نخواهد داشت یه پروسه دیوآپس، برای اینکه اکثر پروسه اتومات شده و اینکه less complexity to manage and faster resolution of problem، وقتی که باگی پیدا میشه توی سیستم بلافاصله ما متوجه میشیم و بلافاصله عکس العمل نشون میدیم و اون باگ رو تصحیح میکنیم، در صورتی که توی مدل های دیگه این مدت زمان بیشتری رو لازم است، مثلا یک تیم باشن که دارن به طور جداگونه کار میکنن و زمانی که کدشون با همدیگه مرج میشه و قراره که کار بکنه متوجه میشن که ایرادای زیادی وجود داره و احتمالاً خیلی هم به گردن نمیگیرن که ایراد جانب اونها هست. از این کالچورال حالا ادعا میشه که happier and more productive teams، مطمئن نیستم نوعه happier بودنش، اما خب productive حتما هست و higher employee engagement که دقیقا اینطور هست و به این دلیل که من امروز در خدمتتون هستم این دلیل که توی این پروسه مجبور به این گونه مجبور شدم که دستی رو داشته باشم و این کار انجام بدم، اگرچه ممکنه که مستقیما وظیفه من نباشه و greater professional development opportunities و در واقع همون چیزی که خودت عرض کردم و از نظر بیزنس هم faster again faster delivery of feature که خب خیلی اهمیت داره توی دنیای الان که وقتی که رقابت‌های خیلی زیادی هست برای محصولات مشابه، شرکت که بتونه سریع‌تر فیچرهای جدیدی رو ارائه بده کاربرهای بیشتری رو جذب میکنه و کسایی که نتونه کار انجام بدن تقریبا از بازار خارج میشن. More stable operating environment, improve communication and collaboration اکثرا معنیش با اند یوزرها هست و لول های پایین‌تر توی تیم توسعه
و مور تایم تو انوویت. الان به جایی که بیشتر وقتمون رو صرف دیبا کردن کد انجام بدیم، بیشتر وقت از این نظر صرف میشه که فیچرهای جدید و خلاقانه به محصول اضافه بشه. خب تو این ساله که من دیوابس رو کار کردم، به نظرم اومد که این ابزارها و اسکیلها بیشتر مورد نیاز هست. تنها این ابزارها نیست و کسایی که برای مثال اپراتینگ سیستمی که OSی که اکثرا توی کلاود کامپیوتینگ استفاده میشه و دیوابس استفاده میشه لینوکس هست، گنو لینوکس هست. اما خب مایکروسافت ویندوز هم بخش از بازار رو داره، شاید 10%، نمیدونم آمار دقیقی ندارم، اما خب اکثرا لینوکس هست. بنابراین اگه قرار باشه که بخشی از کار دیوابس رو انجام بدید یا سو حرفه‌ای دیوابس کار بکنید، حتما حتما باید لینوکس رو بلد باشید. بعد از اون داکر یا هر تکنولوژی که کانتینر در حقیقت می‌سازه. من این موارد رو بیشتر توضیح میدم. بعد از اون گیت که ورژن کنترل سیستم هست، انسیبل یک کانفیگوریشن منیجر هست شبیه انسیبل. انسیبل در حقیقت میشه گفت سایت‌ترین رو میشه گفت که راحت ترین کانفیگوریشن منیجری است که من کار کردم. پاپت و شف هم هست و شف واقعا خیلی خیلی بزرگ و در حقیقت سخت هم هست و در حقیقت حرفه‌ای شدن توی شف واقعا مثل سراشپز خیلی سالهای زیادی زمان میبره، اما خب انسیبل خیلی ساده تره. و ابزارهایی که برای سی آی سی دی استفاده میشه مثل جنکیز، تراویس، سیکل سی آی، کود چیپ و هر کدوم از این سرویس های آنلاین گیت مثل گیت هاب، گیت لب و بیت باکت هم برای خودشون سی آی سی دی تولز مخصوص خودشون رو دارن. خب از لینوکس شروع میکنم. لطفا دوستان اگه که سوالی دارن حتما حتما منو قطع کنن و بپرسن. برای فرصت نشد فراموش کردم که ابتدای جلسه بگم، هر زمانی که سوال داشتید حتما بپرسید. مبحث اول لینوکس هست، بهتون خیلی زیاد شنیدید اگه کار نکرده باشید و اگر هم که لینوکس هم نشنیده باشید حتما اندروید شنیدید، چون که سیستم اندروید که برای گوشه خیلی از ما نصب هست برگرفته از کرنل لینوکس هست. لینوکس در حقیقت کرنل هست که توسط فرد اسم لینوس توروالدز توسعه پیدا کرد سال 1983-84 قبل از اون به تو جداگانه. و از اون طرف از طرف دیگه در دانشگاه MIT فرد اسم ریچارد استالمن که یکی از گفت که تاثیرگذارترین افراد حوزه نرم افزار هست، نرم افزار آزاد، بنیاد اسم فری سافتویر فاندیشن رو به وجود آورد و پروژه به اسم گنو رو طراحی کرد، تعریف کرد. گنو در حقیقت قرار بود که سیستم عاملی رو درست بکنه که مانند یونیکس هست و خود گنو به معنی گنو از نت یونیکس سرواژه این عبارت هست. اما خب لینوکس اونقدر خودش موفق بود که از کرنل لینوکس در حقیقت توی این سیستم عامل ها استفاده میشه. در حقیقت لینوکس فقط و فقط یک اپراتینگ سیستم نیست، یک دسته، یک فامیلی از اپراتینگ سیستم هایی هست که من فکر میکنم بالای چند شاید بگم 400 یا 500 تا حداقل لینوکس مختلف ما داریم، دیسترو لینوکس مختلف داریم که من از جلسه آینده که لینوکس شروع کردم به طور مفصل هیستوریش و به طور جز مواردتون توضیح خواهم داد. لینوکس به این دلیل که همچون گفتم صدها لینوکس دیسترو وجود داره و نه فقط یکی، اما اگه که شنده باشه کار کرده باشه احتمالا لینوکس مثل اوبونتو یا رد هات یا فدورا رو شنده دو کار کردید. عدد صدها لینوکس وجود داره که از بین این صدها لینوکس حدود 5 یا 6 تاش خیلی زیاد برای استفاده دیوابس استفاده میشه. لینوکس از این نظر استفاده زیاد داره که برای اینکه هایلی کاستومایزبل هست و یا هایلی کانفیگوربل هست و شما میتونید کد رو بر اساس نیازتون تغییر بدید و کامپایل کنید و استفاده کنید. برای مثال اون کاری که ما داریم روی دوربین انجام میدیم توی شرکت نیازی رو داشتیم که
بتونیم دیسپلی ماشین رو کامپیوتر رو خودمون کنترل بکنیم. سیستم عامل دیگه این امکان به شما نمیده. وقتی شما ویندوز رو نصب میکنید و نصب میشه و تمام میشه و روشن رو کامپیوتر رو به طور پیشفرض سیستم عامل بالا میاد و دسکتاپی رو به شما تحویل میده که این مد نظر ما نیست و ما در حقیقت کرنل لینکس رو اونقدر در حقیقت کاستومایز کردیم که دیسپلی رو خودمون کنترل میکنه و اون چیزی که نیاز داشته باشیم رو پروژکت میکنیم و نشون میدیم. برخی از میشه گفت تاپ لینوکس دیسترو هایی که برای دیوابس انجام میشن نسخه های مخصوص دیوابس اوبونتو هست. اوبونتو دسکتاپ داریم که خب خیلی از ما استفاده کردیم، اما نسخه دیگه از اوبونتو وجود داره که مخصوص کلاود کامپیوتینگ هست و دیوابس. فدرا هست یا رد هت در حقیقت کمپانی اصلی که وجود داشت سالهای قبل به اسم رد هت، رد هت انترپرایز لینوکس که از داخل اون پروژه فدرا تعریف شد و سالهای سال داره کار میکنم، فکر میکنم حداقل 15 سال فدرا در حال استفاده هست. کور او اس هست که یک تیم در حقیقت جداگانه توی امریکا این تیم این کور او اس رو شروع کردن، یک کانتینر لینوکس هست در حقیقت، اما دیگه و اونقدر موفق بودن که شرکت رد هت کور او اس رو خریداری کرد و با لایسنس خودش داره ارائه میده. کلاود لینوکس او اس و سانتوس یا سنت او اس، هر دوتا تلفظ رو من شنیدم، سنت به معنی کامیونیتی انترپرایز هست، او اس هم معنی اپراتینگ سیستم، ولی خب سنتوس سنتوس خونده میشه. سنتوس هم در حقیقت نسخه فری و رایگان رد هت هست، چون که رد هت لینوکس تجاری بود که اگرچه فری به معنی آزاد بود اما رایگان نبود، بعد یک حالت انترپرایز داشت، اما سنتوس کامیونیتی ادیشن هست و مخصوص یوزرها هست که رایگان هم ارائه شده. بعد از لینوکس ما بحث داکر رو داریم. داکر در حقیقت این امکان رو به ما میده که بدون اینکه بخوایم سخت افزار یا ریسورس های زیادی رو صرف بکنیم برای اینکه اپلیکیشن رو دپلوی بکنیم و دست کاربر برسونیم، در مینیمالیست ترین حالت ممکن این کار انجام بشه. داکر رو احتمالا باید حالا از اون تصویری که تو اسلاید بعدتون نشون میدم توضیح میدم و توی خود اکشن و وقتی که شروع کنم درس دادن بیشتر متوجه میشید به چه معنی است. ما توی داکر یک مفهوم داریم به اسم کانتینرز. کانتینرها در حقیقت فضاهای آیزولیت شده هستن که همونجوری که از اسم کانتینر برمیاد، همونجوری که الان ما تو لوگوی داکر ببینید که یک کشتی هست، کشتی شیپ، کشتی بزرگ، یادش شیپ کردن سافر هم به هر معنی که برای مثال اونو در اختیار فردی خارج از ارگانیزیشن قرار میدید، هر کدوم از اینا یک کانتینر هستن و معنیش اینه که در داخل هر کدوم از این کانتینرها یک کالا یا یک پروداکت یا یک محیط آیزولیت وجود داره، یک اپلیکیشن جداگانه وجود داره که ادعاها اجرا هست و به طور مستقل داره کار میکنه، اما همه این کانتینر در کنار همدیگه یک اپلیکیشن رو میسازن و به ما یک سرویس رو میدن. برای مثال تصور کن که ما یک وب اپلیکیشن داریم که بک اندش برای مثال با پایتون کار شده، دیتابیسش مونگو دی بی هست یا برای مثال سیکوال سرور هست یا مای اسکیول هست و حتی ممکنه هر ستا باشه یا هر ستا دیتابیس وجود داشته باشه، حالا بنا به دلایلی. فرانت اندی که کار شده جاوا اسکریپت هست، یکی از فریم ورک های جاوا اسکریپت و مانند اینها. در حالت ترادیشنال یک ماشین باید وجود می داشت، یک ماشین حقیقی در حقیقت، یا بعد از اون وقتی پیشرفت شد یک ماشین مجازی که تمام این نرم افزارها، پکیج نرم افزار باید روی اون سیستم نصب میشد. به این برای مثال پایتون باید نصب بود، سرورهای جاوا اسکریپت باید نصب بود، اسکیول سرور اون سرورها باید نصب بودن و یک اپراتینگ سیستم هم داشت، ممکن بود ویندوز باشه، لینوکس باشه یا هر OS دیگه باشه. اما مشکلی که پیش میواد اینه که همیشه
آپدیت وجود داشت برای نرم افزارها و گاهی اوقات وقتی شما یک پکیج نرم افزار رو آپدیت میکردید کانفلیکت پیش میومد با بقیه نرم افزار و نرم افزار شما یک ارور میداد کار نمیکرد یا اینکه کار میکرد ولی به درستی کار نمیکرد و این ایده وجود اومد که هر کدام از این انتیتی ها باید جداگونه به صورت کانتینر به صورت آیزولیت وجود داشته باشه و کار بکنن و در این صورت وقتی که شما ورژن خاصی از پایتون و اون دپندنسی ها رو دارید میتونید اون فقط و فقط اون کانتینر رو آپدیت بکنید و اگه مشکل پیش اومد یه کانتینر دیگه دارید در کنارش که با ورژن قبلی داره کار میکنه. اگه که مشکلی وجود اومد کانتینر جدید رو حذف میکنید و با کانتینر قدیمی که در حال کار بود ادامه میدید و میخواید تست بکنید نرم افزار با ورژن جدیدترین نسخه رو روی کانتینرتون داخل اون کانتینر نصب میکنید، تست میکنید، اگه خوب بود اون ورژن جدید رو در حقیقت دپلوی میکنید. معنی کانتینر رو به این معنی است و بنابراین داکر این امکان رو به دیولوپر میده که بتونن به سادگی اپلیکیشنشون رو توی محیط خیلی لایت ویت و پورتبلی در اختیار مشتری قرار بدن. این تصویر که میبینید در حقیقت بهترین تصویری هست که تصویر آفیشیالی هست که از سایت docker.io گرفتم. چیزی که شما توی سمت راست میبینید اینجا میبینید در حقیقت حالت ویرژوال ماشین هست، اینفراستراکچر یا در حقیقت همون سخت افزاری که ما خریداری کردیم و در اختیارمون هست اینجا قرار میده. یک لایه به اسم هایپروایزر وجود داره که بعد از اون که در حقیقت اون ماشین انیبل هست میشه میتونید شما ویژوال ماشین روش داشته باشید. شرکت اینتل تو این زمینه خیلی کار کرده، اکثر هایپروایزره که ما در استفاده میکنیم و شرکت اینتل داره میاد و هر کدوم از اینا که شما دارید میبینید یک ویژوال ماشین هست، به این معنی که یک اپراتینگ سیستم و یک سیستم عامل جداگانه اینجا وجود داره. برای مثال یا لینوکس هست یا ویندوز هست و داخل اون اپراتینگ سیستم شما یک اپلیکیشن رو اجرا کردید و در اجرا هست. توی ویژوال ماشین بعدی یک اپراتینگ سیستم دیگه هست، هر اپراتینگ سیستمی و یک اپلیکیشن داخل اون داره اجرا میشه و به همین ترتیب. اما مشکل بزرگی که وجود داره این که هر کدوم از این ویژوال ماشینا ریسورس های زیادی رو مصرف میکنن و درخواست میدن از سیستم عامل هاستشون و به این ترتیب پرفورمنس کل سیستم پایین میاد. و برای مثالی بخوام بهتون نشون بدم، من اتفاقا بذار بهتون نشون بدم، من خودم ویژوال باکس رو اینجا دارم که این یک نرم افزار از ویژوال باکس که به شما امکان میده که ماشین های مجازی مختلفی داشته باشید. من اینجا یک ماشین مجازی دارم برای ویندوز 10 که قرار بود که من خودم ماشین کردم کار میکنم لینوکس هست، اما داخلش ویژوال باکس رو دارم که داخل این ویژوال باکس من ویندوز 10 رو نصب کردم این و من اینو استارت بزنم در حقیقت ویندوز 10 شروع میشه توی فضای داخل لینوکس اجرا میشه و من میتونم اپلیکیشن رو داخلش نصب کنم و استفاده بکنم. چند دقیقه طول میکشه، من اینو حالا بهتون نشون میدم. اما بعدی این حالت اینه که شما بیشتر از یه تعدادی میتونید البته تعریف ویژوال ماشین زیادی رو داشته باشید، اما هر کدوم از اینها فضای مربوط خاص خودشون رو استفاده می‌کنه. برای مثال این ویژوال ماشین 2 گیگابایت رم من بهش اختصاص دادم و اگه ماشین خودم الان 16 گیگ رم داره، خود سیستم عاملم داره استفاده می‌کنه از این مموری، بنابراین بیشتر از 3 یا حتی اکثر 4 تا بیشتر وی ام من نمی‌تونم در یک زمان ران بکنم. همونجور که میبینید الان سیستم عامل ویندوز اینجا بالا اومده و من میتونم لوگین کنم و میبینید داخل این وی ام من میتونم در حقیقت هر اپلیکیشن ویندوزی رو اجرا بکنم و با کانفیگور کردن این وی ام از خارج از این وی ام استفاده بکنم از اون اپلیکیشن ها. خب اجازه بدید من این ویندوز رو شات داون می‌کنم.
برای اینکه فضای از من میگیره. اما در حالت در مدل داکر که اینجا سمت چپ دارید میبینید، به این ترتیب هست که اینفراستراکچر شما وجود داره، یک هاست اپراتینگ سیستم که حالا ممکنه هر اپراتینگ سیستم باشه، چه لینوکس باشه، چه ویندوز باشه، چه مک او اس باشه، داکر بر همه بر روی همه این اپراتینگ سیستم ها نصب میشه. داکر اینجا نصب میشه و ما داخل داکر کانتینر هایی رو داریم که داخل اون کانتینر یک اپلیکیشن اجرا میشه. این فقط توی این کانتینر برای مثال یک دیتابیس اجرا میشه، توی کانتینر بعد پایتون اجرا میشه، توی کانتینر بعد یک نرم افزار دیگه اجرا میشه. اجازه بدید تا بنابراین این مدل داکر بسیار بسیار افیشنت هست و ریسورس ها خیلی خیلی کمتری رو نسبت به مدل ویژوال ماشین استفاده میشه. ما توی دیوآپس هر دو تا مورد رو داریم بر اساس نیازمون، اما بیشتر میتونم بگم 90% از داکر استفاده میشه. بعد از اون مبحث گیت هست. احتمالا خیلی از دوستانی که دیولوپر هستن همین الان از گیت یا از سورس کد منیجمنت استفاده میکنن. گیت در حقیقت یک ورژن کنترل سیستم هست که برای در حقیقت برای کنترل برای از ابتدای کار برای منیج کردن کد کرنل لینوکس استفاده میشد و این هم توسط لینوس توروالدز سال پیش از سال 2005 شروع به کار کرد و در حقیقت دیولپر اصلی خود لینوس توروالدز است و به همین دلیل این فرد یکی از شناخته شده و قابل احترام ترین افرادی است که حوزه آیتی ما داریم و سال 2000 به عنوان هفتمین فرد مؤثر به چهره تاثیرگذار سال شناخته شد. گیت بسیار بسیار پرکاربرد هست. شرکت های دیگه مانند مایکروسافت ورژن کنترل منیجر خودشون رو دارن که استفاده میکنن، اما همچنان گیت بسیار پرکاربرد هست و احتمالاً من تنها گیت خب خیلی خیلی بزرگه، من یک جلسه رو برای دستورهای اصلی گیت و استفاده کردن از بیسیک اپریشن توی گیت اختصاص میدم و استفاده میکنیم. بعد گیت هم به این ترتیب هست که چه شما تنها باشید دارید یک محصول به وجود میارید، چه که یک تیم باشید، بیشتر از تیم هست، میتونید برای کد مشترک کار بکنید روی برنچ های مختلف، روی شاخه های مختلف و زمانی که کدتون آماده شده و تست کردید اینو سابمیت میکنید برای اکثرا برای یکی از پرووایدرهای آنلاین گیت مانند گیت لب، گیت هاب، بیت باکت مبدش اطلسیان هست و اونجا هست که اون پایپلانی که تشکیل داریم برای سی آی سی دی ران میشه، کد شما تست میشه، اگر که مشکل نداشت و خوب بود مرج میشه توی کد اصلی یا مستر و قابل استفاده میشه. مبحث بعدی انسیبل هست که من خب خیلی خود کم کار کردم ولی خب توی پروسه توسعه ما همیشه وجود داشته. انسیبل در حقیقت کانفیگوریشن منیجر هست. میدونید وقتی یک نرم افزار قراره که برای یک سیستم کار بکنه احتمالاً کانفیگورهای خیلی خیلی زیادی داره. اگه شما یک اپلیکیشن کوچیک شاید توی پایتون یا توی جاوا داشته باشید میتونید کانفیگ اون اپ رو داخل همون پروژه لوکالی ذخیره بکنید و هر کجا هم که کاربر چیزی تغییر داد آپدیت بکنید اون کانفیگ رو. اما برای یک سیستم بزرگ این کار خیلی میشه گفت که سخت هست منیج کردنش. یک دسته از نرم افزار هستن که کانفیگوریشن منیجر هستن، منیجمنت هستن که انسیبل یکی از اونا هست و من احتمالاً خب شاید حتی شو بگم نیمی از یک جلسه میتونم به این اختصاص بدم و این دلیل که عکس ممکنه توی مورد توسعه شما واقعا استفاده نشه، اما خب به این شکل هست که وقتی شما قراره که اپلیکیشن تون روی بستری اجرا بشه یک فایل انسیبل بهش میگم پلی بوک انسیبل رو اجرا میکنید و انسیبل در حقیقت چک میکنه. برای مثال قرار هست که توی این مسیر یک دایرکتوری وجود داشته باشه، چک میکنه دایرکتوری هست یا نه، اگه نباشه درستش میسازه.
قرار یک فایل خاص وجود داشته باشه. اگه نبود اون فایل رو میسازه. قراره که ورژن خاصی از داکر نصب شده باشه. چک میکنه ورژن داکر هست یا نه. اگه نباشه و ورژن دیگری باشه، ورژن صحیح رو پیدا میکنه، دانلود میکنه، نصب میکنه و سراغ تسک بعدی میره. خب انسیبل یک همچاله داره و مانند داکر بر روی هر اپراتینگ سیستمی هم استفاده میشه، حتی روی ویندوز. بنابراین با انسیبل شما میتونید در حقیقت روی یک ویژوال ماشین میتونید حتی یک او اس رو در حقیقت نصب بکنید یا حذف بکنید، اون او اس رو در حقیقت کانفیگور بکنید، یوزرهایی رو درست بکنید، ریموو بکنید بر اساس نیازتون، ویژوال انوایرمنت های وجود بیارید، کانتینرهای به وجود بیارید و بعد این ترتیب یا یک کدی رو دپلوی بکنید، یک فایل گیت دارید آپدیت بشه، پول بشه از برانچ به خصوصی و به همین ترتیب، و اسکریپت های خاصی رو هم توی انسیبل میشه ران کرد. مبحث بعدی در نهایت ببخشید همون CI/CD هست که گفتم که CI به معنی Continuous Integration و CD هر کدام از Continuous Delivery یا Continuous Deployment معنی میشه. و در حقیقت CI/CD اتومات میکنه اون فاصله که همیشه وجود داشت که یک انسان باید اونو پر میکرد بین فضای بین development و فضای operational یک organization رو. اگه بخوایم یک تعریف از continuous integration داشته باشیم، به این معنی است که وقتی که developerها در حال کار برای کدشون هستن و تغییرات رو به وجود میارن، تغییراتشون رو ارسال میکنن، به اصطلاح پوش میکنن. وقتی که پوش میکنن در حقیقت اون بخشی از سیستم رو که دارن تغییر میدن. ما چون میدونید توی تست نرم افزار سه تا لول میشه گفت که کلی داریم. یکی یونیت تست هست که خود دیولپر اون کارو تست میکنه، یعنی اون یونیتی رو که کدی رو تغییر داده بر روی کامپیوتر خودش یک کانفیگوریشن خیلی خاص داره. ممکنه اون دیولپر داره سیستم رو مک داره، ممکن لینوکس داره، ممکن ویندوز داشته باشه، اجرا میکنه، ران میشه و پس میشه، یعنی که مشکل وجود نداره. این یونیت تست هست. اما هیچ گارانتی وجود نداره که این کد بر روی محیط‌های دیگه هم به همین شکل کار بکنه و یا اینکه با کامپوننت‌های دیگه سیستم ما در کنار هم کار بکنه. ما به این لول میگیم اینتگریشن تست که کامپوننت های مختلف در کنار همی قرار کار انجام بدن. و یک لول بالاتر سیستم تست هست. سیستم تست اینه که نرم افزار ما به طور کامل با سخت افزار اپراتینگ سیستم و حتی نرم افزار ترد پارتی، نرم افزار دیگری که در اختیار ما نیستن کدشون قرار کار بکنه. و میگیم یک لول سیستم تست هست. Continuous Integration اون قسمتی هست که دیولوپر کد خودش رو توسعه داده، کامل کرده، برای خودش تست کرده، یونیت تستش پاس شده، اینو پوش میکنه و یک حالت اتومات وجود داره که یک پایپلاین اجرا میشه. همین امروز یک مثال رو بهتون نشون میدم. و در صورت این که توی اون پایپلاین تست پاس بشه، حالا یا به صورت اتوماتیک مرج میشه یا اینکه یک فردی که در حقیقت منیجر هست تصمیم میگیره که این کد استفاده بکنه و مرج بکنه. وقتی مرج میکنه در اختیار بقیه دیولپرها هم قرار میگیره. Continuous Delivery یک لول میشه که بالاتر از Integration هست، به این معنی که وقتی که تستای ما پس میشه و کد آماده هست، به طور اتوماتیک یک ریلیز ازش ساخته میشه و در اختیار یک فرد در ارگانیزیشن خودمون قرار میگیره. حالا ممکن فرد بخش سیلز باشه، ممکن بخش اپریشنال باشن و اونا هستن که خودشون ممکن یک تست نهایی انجام بدن بر اساس نیازشون و بعد در اختیار کلاینت قرار بدن اون ریلیز رو. اما این بخش Continuous Delivery یک فردی، یک
نیروی انسانی در حقیقت وجود داره که باید تصمیم گیری بکنه که این ریلیز رو در اختیار مشتری قرار بده یا نه. و اینکه کانتینیوس دیپلویمنت یک لول باز بالاتر از دلیوری هست، اینکه ما این پایپلاین و این اتومات رو تا اونجا پیش میریم انجام میدیم و اینقدرم به کار خودمون ایمان داریم که زمانی که کدها پوش میشن، تست انجام میشن، همه مراحل به درستی پس میشن، ریلیز ساخته میشه، اون پکیج ها درست میشن و مستقیما یا برای کلاینت، برای اند یوزر شیپ میشن بدون که کسی بخواد تصمیم بگیره در موردشون، یا اینکه مستقیما دپلوی میشن روی پروداکشن سرورمون، مستقیما قرار میگیرن و کاربرا از جدیدترین تغییرات بلافاصله استفاده میکنن. و اگه فیدبکی باشه، فعلی انجام بشه توی اون لول، سریعا ما اون فیدبک رو میگیریم، تصحیح میکنیم، دوباره پوش میکنیم و دوباره همین پروسه تی میشه. بنابراین یک حالت جور دقیقه سریع ترین حالت هست. خب خیلی بستگی داره که چه زمانی و تو چه ارگانیزیشنی کار انجام بشه. برخی از شرکت ها برای برخی از پروژه هاشون این حالت رو دارن. برای مثال گوگل برای پروژه کرومیوم که یک پروژه اوپن سورس روی بستر سیستم های یونیکس بیس و لینوکس هست، این پایپلاین رو داره و دیولوپر کار میکنن. در حقیقت بهش میگن نایتلی بیلد یا بیلد شبانه، کدشون رو پوش میکنن و نهایتا اون پکیج درست میشه و قرار هم میگیره اتفاقا که دیولوپر ها میتونن و کاربرایی که علاقه مند هستن میتونن اون نسخه آخرین نسخه رو هر روز، در حقیقت هر روز یک نسخه اتومات داره از این نرم افزار ساخته میشه، اما احتمالاً نسخه آفیشیال نیست، نسخه نهایی نیست و نسخه نهایی رو وقتی که فیدبک ها رو از کاربران گرفتن و به یک حالت استیبل رسید، اون زمان هست که یک نسخه نهایی برای گوگل کروم یا کرومیوم، هر کدوم در اختیارشون قرار میدن. خب ما برای CI و CD تولزهای مختلف داریم. تیم سیتی هست، تراویس، سیگل سی آی، جنکینز که یکی از قدیمی ترین ها هست، کودشیف و گیت لب، گیت پاکت هم هست. در حاضر چون ما بیشتر گیت لب رو کار میکنیم، گیت هاب چند سال پیش مایکروسافت خرید و خیلی از دیولوپر ها خوششون نمیاد از این قضیه و کودشون رو کامل شیفت دادن و به گیت لب منتقل کردن. یک گیت لب پایپلاین یک همچین حالتی داره که من چیزی براتون توصیف کردم. یک حالا دموی رو امروز بهتون نشون میدم که وقتی کد وجود داره، ابتدا اون کد توی یک اون انوایرمنت قرار میگیره، بیلد میشه به طور به اصطلاح، تستای روش انجام میشه، اگه تستا پاس شد و تست ممکنه تست مختلفی باشه، سکیوریتی باشه، استاتیک کد آنالیسیس باشه، توی استیج بعد قرار میگیره، اون استیج هم اگه که پاس شد وارد پروداکشن میشه و برای مثال در اختیار تیم بعد قرار میگیره. من اینجا اگه دوستان سوالی نداشته باشن یک دموی رو که حالا کسی از اون سوال نداره فکر نمی کنم. خب من اینجا توی پروفایل گیت لب هم یک پروژه سمپل رو پیدا کردم، کد مال خودم نیست، فقط برای اینکه ببینید این کدی هست که توی کد توی گیت لب من دارم، تمام فایل ها هستن و توی CI/CD ما پایپلاین ها رو ممکن بیش از حتی یک پایپلاین داشته باشیم. این پایپلاین هست که برای این پروژه تعریف شده که دو تا استیج داره. من اگه روش کلیک بکنم یک استیج بیلد داره و یک استیج تست داره که اون کد رو روی تست های مختلفش انجام میده. و اینکه این
تستا به خوبی انجام بشن، وارد فاز بعدی میشن، استیج بعدی میشن تا نهایت. من اینکه نشون بهتون نشون بدم که چطور کار میکنه این. من این پروژه رو روی لوکالم دارم، اسم پروژه داکر تروپا پروژه بود و من از گیت استفاده میکنم اینجا. اگر این گیت استاتوس، من اینجا هیچ تغییر رو روی کد انجام ندادم. توی یک نرم افزار وی اس کد کد من باز میکنم. اینا قبلا چون انجام دادم. این در حقیقت فایلی که دارید ببینید، فایل گیت لاب سی آی وای ام ال، اون توصیف میکنه اون پایپلاینی که بهتون نشون دادم که ما دو تا استیج داشتیم، بیلد و تست. برای تست های مختلفی قرار روی انجام بشه اگه شما نکنم پی اچ پی هست. یکی از تست ها تستی بود که استاندارد کد استاندارد رو چک میکرد و اینتنت ها رو چک میکرد، یا این به حقیقت اصطلاح فارسیش فراموش کردم، چون که باید هر کدوم از این تو این فایل جیسون فرمت 4 اسپیس فاصل بیشتر نداشته باشن. اون تصور کن که یکی از دیولوپر ها به اشتباه کد رو تغییر میده و به جای 4 فاصله 8 فاصله قرار میده و احتمالا حتی کد هم تست نمی کنه. و اگه من چک بکنم این فایل مادیفایش رو تغییر کرده، اون دیولوپر کدش رو تغییری که انجام داد کامیت میکنه و برای مثال و وقتی که تغییر ایجاد کرد با پوش گیت پوش تغییرش رو ارسال میکنه برای سرور. البته من روی مستر روی برانچ مستر انجام دادم که تقریبا این کار اکثر انجام نمیدم. وقتی که من این کار انجام میدم پایپلاین در حقیقت تریگر میشه، شروع میکنه، یعنی اون کامیت رو میگیره و شروع به بیلد میکنه. استیج اول هم استیج بیلد هست که روش کلیک بکنید اون استاندارد آوتپوت رو میبینیم و زمانی که استیج اول درست میشه، یعنی کد آماده میشه برای تست ارسال میشه و من چون کد رو برای اینکه فیل بشه در حقیقت دستکاری کردم، یکی از این استیج ها که از این کد کوالیتی هست فیل میشه و وقتی که فیل بشه من به استیج بعدی نمیرم. بنابراین توی همون استیج خیلی سریع ما متوجه میشیم که ایرادی رخ داده، اون ایراد دوباره توسط دیولوپر تشخیص داده میشه، تصحیح میشه و ارسال میشه. بنابراین خیلی سریع شما میتونید در حقیقت برای تیم توسعه میتونن اشکالات کدشون رو پیدا بکنن و این همه بستگی داره به تست ها. هر چقدر که تست ها کامل تر باشن سریع تر شما میتونید پیدا بکنید. خب این ممکن چند دقیقه طول بکشه، حتی این بیلد انجام شد با موفقیت. وقتی که به درستی انجام بشه آخر کار یک به ما میگه که جاب سکسیس و بعد از اون کد ارسال میشه برای استیج تست که تست های مختلف روش انجام میشه. یکی از این تست ها مربوط به اون ایرادی بود که من خودم به وجود آوردم توی کدم. خب ببینید که این تست اول بود که فیل شد، تست های بقیه همه گه دارن پس میشن. من روی این لول کلیک بکنم به من دقیقت اون تست میگه که روی این خط من اینجا اشتباه انجام بدم و به جای 4.8 فاصله داشتم و میگه که این ورژن قبلی به این صورت بود و اگه من که بخوام
کد رو تصحیح بکنم، برمیگردم فایلم رو تصحیح میکنم. و یک بار دیگه پوش میکنم. یک بار دیگه ما این پایپلاین رو ببینیم. تمام تال تقریبا تمام کد ها در حال پس شدن هستن. این یکی فیل شد. من یک بار دیگه کد صحیح رو پوش کردم که میبینید که در حال یک بار دیگه در حال اجرا هست. این کامیت مسیجی هست که دیدید که من نوشتم فیکس. composer.json هست. یه تایپو داشتم. و بیلد داره انجام میشه و این بار پایپلاین من پس میشه و میتونه در اختیار تیم بعدی یا در حقیقت استیج بعدی در حقیقت قرار بگیره. خب اینجا بود حالا آخرین اسلاید من برای امروز جلسه. آیا نادی سوال دارید؟ نه گفتم که خیلی ممنون است. خواهش میکنم. برای توضیح کوچیک بگم جلسه آینده در خدمتتون هستم. یه اینتروداکشن برای لینوکس و تاریخچه‌اش که با لینوکس آشنا بشید. اگه که تا حالا همیشه تا حالا علاقه‌مند بودید که لینوکس رو کار کنید، همیشه میترسیدید که حالا از کامپیوتر ویندوزتون دل بکنید، روی ویرژوال ماشین من اینو بهتون یاد میدم که روی ویرژوال ماشین اینو نصب کنید. بنابراین اگه که فقط یک ماشین، یک لپتاپ توی خونه دارید، میتونید برای اگه ویندوز هست روش ویرژوال ماشین نصب میکنید، داخل اون لینوکس اوبونتو رو نصب میکنیم و بیسیک لینوکس رو شما میتونید شروع کنید روی داخل اون ویرژوال ماشین کار بکنید. در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. تشکر. میخواستم که این چند دقیقه آخر جلسه رو اگر که بشه یک خلاصه ای از جلسه اعلام بکنیم. و آقا مهران هم دیدم که یه سوالی کرده بودن در مورد اینکه در هر کدوم از اینا چه ابزارهایی استفاده میشه. من اگر که اشتباه نکنم قسمت اوله که دیوآپس رو فرمودید. قبل از گیت چی رو فرمودید؟ و بعدش هم که CI/CD که اینتگریت نرم افزارا هست. آره. اون چیزایی که حالا من قراره بگم لینوکس هست، داکر هست، گیت، احتمالاً انسیبل و گیت لب CI. بله. که هر کدوم از اینا ممکنه یک یا چند جلسه به خودش اختصاص داده بشه. دقیقاً همچنین. خب هر کدوم از اینا خب مواضع خیلی مفصلی هست در حقیقت. و ما من سعی میکنم خیلی مینیمال باشه، زیاد وارد جزئیات نشیم. لینوکس یک جلسه، شاید دو جلسه، داکر یک جلسه، گیت یک جلسه، انسیبل کمتر از یک جلسه و گیت لب سی آی هم احتمالاً یک جلسه یا شاید دو جلسه فکر کنم. میتونیم کار 6 جلسه فکر کنم داشته باشیم بعد از این. خیلی ممنون. دوستان اگر که سوالی هست، آقای پیروز میبینم که بله من میتونم یه سوالی بکنم خدمتتون. سلام عرض کردم و خسته نباشید میگم. خیلی جلسه مفیدی بود برای من. من میخواستم بپرسم ازتون آیا مفهوم دیوآپس به طور کلی در تست نرم افزار با کل لایف سایکل فرقی داره یا یکی هست؟ در حقیقت دیوآپس به لایف سایکل بیشتر نزدیک هست. تست یک استیجه. خب در حقیقت دیوآپس که ما صحبت میکنیم این که قبلا ها میشه گفت که اون اپلیکیشن در سافت دیولپمنت لایف سایکلی که وجود داشت تا اونجایی بود که شما پلنینگ انجام میدادیم، کد انجام میدادیم، تست میکردیم، بیلد انجام میدادیم، پکیج میکردیم، اینجا تموم میشد و میدادیمش به تیم بعدی که تیم اپریشنال بود که برن نرم‌افزار رو بفروشن یکم پول بیارن تو شرکت. اما دیوآپس میگه که این پروسه باید اینتگریت بشه، یک جا قرار بگیره و ما فیدبکی قراره که از لول‌های بعدی بگیریم سریع‌تر برگرده به جای اینکه طولانی بشه. ما بنابراین میتونیم که من تو استفاده بود البته زود رد کردم و از طریق کانتینوس دیلیوری ما در حقیقت میتونیم این قول رو به یوزرها، به منیجرها بدیم که ما اصلا بیلد و یا ریلیز روزانه داشته باشیم مثل گوگل کرومیوم. خیلی مفهوم شبیه اجایل هم هست تو این قضیه. دقیقاً همینه. یعنی یکی از نیازمندی های اجایل هست دیوآپس. یکی از نیازمندی های اجایل هست.
یه سوال دیگه میتونم بپرسم حتما ازتون؟ بفرمایید. فرق آیا AWS ها یا مثلا این مفاهیمی که مثل مایکروسافت آژور و اینا که میشنویم با این کانتینر ها و جنکینگز و اینا رابطه ای داره یا تولز های بهتری هست تو این زمینه؟ AWS در حقیقت آمازون وب سرویسز خدمات کلاود آمازون هست که بیشترین بازار رو در حقیقت توی دنیا، یعنی این انفراستراکچر و زیر ساخت رو آمازون با سرورهای بسیار زیادش به ما به دیولپرها ارائه داده که داخل اون AWS شما سرویس داریم ازش فراموش کردم که در از داکر استفاده میکنیم، یعنی شما یا اینکه شما میتونید از AWS یا سرویس آنلاین فضا دارید، یعنی فضایی رو اجاره میکنید مثل گوگل درایف و فایلتون رو ذخیره میکنید، کانتینر رو هم دارید و در حقیقت کلود کامپیوتینگ هست. مایکروسافت آژور هم در حقیقت برگرفته از یعنی نسخه لینوکس میگم لینوکس در حقیقت کلاد مایکروسافت هست که بر پایه کرنل لینوکس هست و من آژور رو خوب کار نکردم توی محیط های توسعه مایکروسافتی خوشبختانه نبودم، اما میشه گفت که همه اینها بخشی از میشه گفت که سرویس های شرکت مختلف برای دیوابس هستن. گوگل هم داره، زیاد موفق نبوده، آمازون موفق ترین بوده، مایکروسافت هم بازار بزرگ خودشو داره برای دیولوپر مایکروسافت. البته خیلی ممنون، لطف کردیم استاد. من شما خواهش میکنم. سوال دیگه هست دوستان؟ خب میگن که اگه سوال نباشه یا هیچی نفهمیدید یا خیلی خوب فهمیدید، کدوم بوده؟ البته فکر میکنم که تو خود گروه تلگرامی هم اگر که دوستان تمایل داشته باشن مثلا سوالا رو باید بپرسن، خیلی این باعث میشه که این مبحث ادامه پیدا بکنه و به هر حال این مبحثی که داره ارائه میشه پربارتر بشه با سوالا جوابهایی که داده میشه و همچنین که حالا روی وبسایت هم باز همینطور من سعی میکنم پلتفرم آماده بکنم که روی خود وبسایت هم امکانه سوال جواب ها باشه. آقای منم یه سوال کردن روی چت، میتونید ببینید جناب شکوری؟ نه ممکن بپرسم، نمیدونم، بذارید من بخونم شاید که امکان نداره. صدا دارید آقای مهران یا نوشتن که من الان یک سنت و اس روی وی ام دارم، میشه همین رو روی داکر بریزم؟ خب این یه سوالی خورده سوال صحیحی نیست، یعنی نمیشه گفت که روی داکر بریزیم. ما میتونیم که توی داکر شما میتونید که حالا یکی کار کرده باشن شما میتونید شما میتونید در حقیقت سنتوس رو پول بکنید، بگیرید توی سیستم عملتون، یا من این ایمیج داکر سنتوس رو در حقیقت دارم میگیرم، شما احتیاج حتی به ویژوال ماشین هم ندارید. حالا وقتی که رسیدیم بهش، الان من ایمیج در حقیقت سنتوس رو دانلود کردم که 215 مگ بیشتر نیست، در حقیقت خود لینوکس های سنتوس هست که من میتونم اجراش بکنم همین رو. الان من داخل لینوکس سنتوس هستم، لینوکس رد هت هست، من خیلی دستش فراموش کردم، فکر کنم یام بود برای نصب کردن پکیج ها. آره. شما میتونید الان داخل لینوکس سنتوس من میتونم اپلیکیشن رو نصب بکنم، اپلیکیشن رو نصب بکنم و اختصاصش بدم، اما اگه که اپ خاصی رو میخواید شد لزومی نداره، شما حتی میتونید اون داکر ایمیج رو سرچ بکنیم، من مثلا پایتون 3.8 احتیاج دارم، اون پایتون رو بگیرم. اونقدر لزوم نداره که بیستون چه لینوکسی باشه،
خب شما میتونید کوچکترین سایز اون کانتینر رو ایمیج در حقیقت بگیرید. اگه اجازه بدید حالا اون زمانی که به مبحث داکر برسیم بیشتر توضیح میدیم متوجه میشید. یکی از دوستان پرسس مایکروفونشون کار نمیکنه بین مراحل دواس و پیاده سازی، من متوجه سوالشون نشدم. آقای خانم سپ بله، آقای ابراهیم دوستان خوب، آقای ابراهیم خب خدمتتون که عرض شود. بله من میتونم بگم که اکثر ابزارهایی که استفاده میکنه خب خیلیشون من بلد نیستم واقعا، میتونن تمام این مراحل رو از ابتدا که کد دیولپمنت هست تا انتها که ریلیز هست رو پوشش بدم. حداقل من سراغ ندارم مرحله باشه که قابل اتومات نباشه، مگر اینکه انگیج باشه باز حالا سخت افزار که اون قسمت فرق میکنه مبحث، که سخت افزار در حقیقت شما بخواید برای تست آماده بکنید. توی مرحله اول طراحی، خب طراحی که خب یک حالت انسانی داره، اما باز شنیدم که این قسمت هم با AI یا هوش مصنوعی یا ماشین لرنینگ در حقیقت داره اتومات میشه، که اینکه فیدبک رو از فیسبوک داره این کار انجام میده، که فیدبک رو از کاربرا میگیره و خود سیستم این رو میشه گفت که برنامه ریزی میکنه که تسکار تعریف میکنه بر اساس اون نیاز یا ایراد و اساین میکنه به دیولوپرها. یعنی یک گونه حتی قسم پلانینگ هم داره اتومات میشه. خیلی ممنون. علی آقا سوال دارن؟ سلام، سلام دوباره، صدامو داریم؟ بله بله علی آقا. من یه خورده مشکل فکر میکنم چیز دارم. میخواستم ببینم گیت لب در واقع پایپلاین میکره، یعنی گیت لب در حقیقت سرویس آنلاینی هست که برای گیت ساخته شده. یعنی شما وقتی که از گیت استفاده میکنید به طور تنها، اگه خودتون تنها باشید روی کامپیوتر خودتون هست، میتونید استفاده کنید گیت و کدتون رو منیج بکنید. اما همچین ترس وجود داره که شما کامپیوترتون گم بشه یا دزدیده بشه، بلای سرش بیاد و کدتون از دست بدید. شما میتونید که کدتون رو یک سرور خارجی همیشه قرار بدید و سرویس های آنلاین گیت مثل گیت لب، گیت هاب، گیت پاکت یا شبیه به این کار انجام. گیت لب مثل گیت پاکت و گیت هابه. دقیقا. ریپوزیتوری در واقع منیجره. آره ریپوزیتوری شما تعریف میکنید و حتی میتونید شما نرم افزار گیت لب هم رایگان هست، میتونید روی سرور خودتون رو نصب کنید، یک جایی سرور داشته باشید و از اون طریق، یعنی شما حتی فضای آنلاین کلاود هم نباشید، به صورت سرویس برای خودتون دپای بکنید. درسته. بعد این کاری که شما که الان نشون دادیم که به هر حال یه پایپلاینی ساختید، درسته ساختید؟ آره، بله. این پایپلاین میکرش چی بود؟ چون مثلا اونی که من گفتم بهتون یه کنکورس هست، اونم پایپلاین میکره. اینجا شما چی استفاده کردین برای حقیقتش؟ خودم، یعنی خودمون از طریق حالا تجربه یا تمپلیت هایی که وجود داره پایپلاین رو می‌نویسیم، اما نمی‌دونستم که در حقیقت پایپلاین میکر وجود داره. خب جالب هست، برای آدمی تنبلی مثل من خوبه، حتی استفاده میکنم. اوکی مرسی، ممنون، خیلی لطف کردی، خیلی مفید بود. می‌خواستم هم تشکر کنم، هم به هر حال این زمانی که می‌زنی خیلی مهمه. خواهش میکنم، راست دارید. ممنون، متشکرم. دوستان سوال دیگه دارن؟ میتونن میکروفونش رو روشن کنم بپرسم. صدای منو دارین؟ بله بفرمایید آقا محمد. خسته نباشید. اوپن شیفت و کوبرنیت کجا قرار میگیره تو بحث دیوآپس؟ اوپن شیفت و نشنال کوبرنیتس در حقیقت زمانی است که شما میخواید اسکیل بدید
اپلیکیشنتون رو، شما یه اپلیکیشن داریم که توی داکر و کانتینر داکر کار میکنه، حالا میخوایم اینو اسکیل بدیم و برای کاربرای خیلی خیلی بیشتر اینو دپلوی بکنیم. کوبرنتیس در حقیقت Q8 اینو اسکیل میده و ما میتونیم از اون میشه گفت که سیستم آیزولیتی که داخل داکر هامون درست کردیم 10 تا دیگه 100 تا دیگه 1000 تا دیگه بر اساس نیاز بعد اتومات هم میشه. برای مثال ما میگیم که اگه خاطرتون باشه اکثرا نه فقط ایران، اینجا هم اینجور هست که شرکت هایی که دولتی بودن وبسایت دولتی خیلی خیلی ضعیف هستن. تو ایران هر زمانی که ما نتیجه کنکور میدادم وارد سایت سندش اورد میشدیم یه 2 دقیقه بعد 1 ساعت بعد چون همه وارد شده بودن فیل میشد، به این دلیلی که همه رو یک سرور بود و همه ریکوست ها رو یک سرور ارسال میشد، اون سرور نمیتونست ریکوست ها رو پاسخ بده. اما شما که به سرویس های کنونی نگاه بکنید همه اینا بر روی حالا یا ویرژوال ماشین های چیز شدن دپلوی شدن و زمانی که نیاز باشه بر اساس فاکتورهایی پروویژن میشه یک اینستنس دیگه از تمام اون داکر کانتینرامون ساخته میشه، یوزر جدید برای اون به اون در حقیقت ماشین جدید یه سیستم توضیح شده ده. دقیقاً آفرین. من کار نکردم واقعا کوبرنیتیس، اگه کسی از دوستان شاید خودتون کار کرده باشید، کسی که دوستان کار کرده باشن حتما خوشحال میشیم بیان و گوشش بدم قسمت رو. نه متاسفم، فعلا به من پیشنهاد شده برای اوپن شیفت، ولی چون اوپن شیفت و کوبرنیتیس توی یه سبک بودن گفتم ببینم. نه اوپن شیفت واقعا نشیدم. ممنون از شما. خواهش میکنم. یک البته نومد رو هم اگه کار بکنید، نومد هم چون که اتومات میکنه اون کمپانی که پشت حالا فراموش کردم که شما میتونید حتی ویژوال ماشین ها رو اتومات بکنید. ویگرند بشکن ویگرند، با ویگرند میتونید شما ویژوال ماشین ها رو اتومات بسازید، توش اپکیجر رو نصب بکنید، تست رو انجام بدید تا نهایت تا آخر و بعد از بینش رو برید. نومد هم برای در حقیقت همون رقیب است برای کوبرنیتیس و بیشتر روی آمازون AWS استفاده میشه. بله حتما. خواهش میکنم. سوال دیگه هست دوستان؟ اگر که سوالی از دوستان نیست تشکر میکنیم از جناب آقای شکوهی، زحمتی که کشیدن وقتی گذاشتن خیلی خیلی ممنون و تا جلسه آینده همین یک شنبه همین ساعت 11 دیگه نزد. بله خیلی خیلی ممنون. شما در استاپ شیر میزنم و فایل رو هم در اختیارتون قرار میدم وقتی که سیو شد و میتونید گروه قرار بدید. خب امیدوارم که مفید باشه و مواظبتون باشید. تا هفته آینده. امیدی دارم.